بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، يا هاديا إلى الحق المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدعاء رزن مستهوم ماه مبارك. اللهم وفر فيه حظي من بركاته. عرب جماعت میگه برکت، به شطور وقتی جایی میشینه میگه برک الابل، یعنی نشست. شطور وقتی بنشیند این دیگه به پا خواستنش خیلی مشکله، خیلی سخته. یه عملی اگر بنشیند جا باز کنه، این عمل رو میگن مبارک ماندگار. گاهی بعضی اعمال عمرش 20 سال 30 سال، بعضی اعمال تا ابد با شماست. مثل این هدیه دادن، شما به کی هدیه میدی یا به فقیری صدقه میدی، این میره اون طرف، میرسد به قیامت، میرسد به بهشت برید، و تا ابد شما از این نعمت بهره میبرید، تا ابد از این نعمت بهره میبرید. اینو میگن برکت. حالا خلاف کلمه مبارک، یه کلمه عرب زمان داره میگه محارف. محارف یعنی کسی که رفت بازار خرید داشت، فروش داشت، اما چیزی گیرش نیامد. یعنی کار کرد، خرید، فروش، هیچی تهش نموند، هیچی سود نکرد. این میگن محارفه، یعنی مبارک نیست. ما روزه میگیریم، خب بعضی ها اینجوری هن، لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، رحمت کشیده تو این گرما، تشنگی، گرسنگی، هیچی تهش نمونده، یعنی هیچی گیرش نمیده مگر گرسنگی و تشنگی. خب این دیگه محارفه دیگه، زحمت ما از بین رفت. ما میگیم خدایا نه فقط بهم برکت بده در این ماه، بلکه وفر حظی فیه من برکات، یعنی برکات گوناگون زیاد فراتر به من بده. گاهی من در برکات بعضی افراد دیدم که مثلا عالم، مثلا عابد، رو میگن خب بفرما بهشت، احسنت، خوش آمدی، خوب زحمت کشیدی، نتیجت جزات بهشت. اما به عالم میگن نرو بهشت، بمان، بمان، شفاعت کن. یعنی شما نه فقط با علمت خودتو نجات دادی، شما یک مثل ربیع و مضر و هم ببر با خودت بهشت نجات بده. برکته، یعنی عمل ما یه ساعتی که خرج تفکر کرده، خرج طلب علم از قرآن و حدیث کرده، میگه شما بردار ببر از این جهنمی ها با خودت ببر بهشت. چه برکت عجیبی. حالا ما میگیم خدایا این حظ و شانس مبارک بودن من، یعنی کارهای من مبارک باشه، اینو زیاد کن در هر عملم، در هر نفسم، یا در هر نگاهم. مثلا سید الشهدا امام عصر واقعا مردان مبارکی هستن. با نگاهش، آقا نگاه، با نگاهش امام امیرالمومنین اگه به شما نگاه کنه، هفت نسل در رحمت خدا میره. این چه نگاه مبارکی. یعنی علی ابن ابی طالب یک نگاه با سرور بهت داشته باشه، با خوشی، شما هفت نسلت بیمه میشه، هفت نسلت بیمه میشه. خیلی عجیبه. اذا نظر الله الى عبد كان اثر تلك النظره في سبع من ذريته. این عین الله ناظره، این مهدی زمان، یک نگاه بکنه، این چنین برکت داره. حالا ما از محضر الهی میخوایم که وفرت برکت در
کردار و کار ما قرار بده. حالا برگردم به روزه. گاهی انسان یک روزه میگیره، خب چی میشه این برکت روزه از بین میره؟ گناه، گناه میکن. یعنی روزه به جایی که این خیشتن شکمداری از خورد و خوراک به خیشتنداری برسه، برکتش دیگه از غیبت بیافتم، از نمیمه بیافتم، از سخنچینی بیافتم، به جایی که از شرر افکنی بیافتم، میبینی که نه، این خدمت عرضی که خود همین گشنگی و تشنگی هم برای خودت هم خیر نداشت. گناه، گناه، گناه بدبخت میکنه انسان. روایت داره که یک نگاه من تأمل خلف امرأتن، یک نگاه از پشت سر به یک خانم. حالا نگاه با خیره، یعنی خیره بشه. لا یقبل الله منه صلات ولا صیام، دیگه نه روزش قبوله نه نمازش قبول. خب اینا حیفه که مثلا اینقدر زحمت انسان میکشه تو این تجارت وارد میشه ولی هیچی گیرش نمیاد. و سهل سبیلی الی خیراته، به این خیرات این ماه توجه کنید. یک درهم در این ماه هزینه کنی مثل اینه که تمام کوههای زمین طلا در راه خدا داده باشی. این ماه رمضان، این ماه رمضان ماه عجیبیه در مبارک شدن عمل، یا در عبارت دیگه انا رب العمل، در پرورش یافتن عمل، مثلا صدقات و خیرات. یه مسجد میخوای بسازی، کلنگشو ماه رمضان بزن، تصمیمشو، عطاشو امروز پای ریزی کن. ولا تحرمنی قبول حسناته، باز خدایا من کارمو میکنم انشاءالله، خدایا از آسون کن من به این کار برسم. امام حسین جمله قشنگی دارن، میفرمایند که اکسب الحمد بالنجح، شما ستایش رو، ستایش خدا و ملائکه رو با پیروزی کسب کنید. نگو من کارمو کردم نشد، اینجوری نه. ببینید امروز ما از خدا میخوایم این نشد نشه. آقا ما کار کردیم و نتیجه گرفتیم، اینو خدا به ما بده. یعنی کار رو با نتیجه ببینم، زحمت کشیدم که نتیجه ببینم، برای اسقاط تکلیف نبوده که. عرضم این که سهل سبیلی الی خیراته، خب آسون کن، از اون طرف تو هم قبول کن. یعنی یه کارهای ما میکنیم، نتیجه هم میبینیم، مسجد هم میسازیم، بعد خدا به پیغمبرش میگه تو این مسجد ضرار نماز نخون. خب چه مسجدی چه مسجد ساختنیه که خدا به پیغمبرش میگه لا تقم فیه ابدا؟ خب یه مسجدی بسازم با زحمت که بالاخره آخرش مثل اون مسجدی که در مشهد گفت امام زمان دیدم آدم درش نماز خوندن، مرحومای نمازی، قصه قشنگی دارم. و واقعا هم چیزی، یه همچی کاری، یک همچین نتیجه‌ای که تو قبول کنی این زحمت من، هم آسان کن راه رسیدن به خیرات، هم قبول از تو. یا هادیان الی الحق المبین، ای حق یعنی پایدار، پاینده، ای کسی که هدایت میکنی ما رو به اون کارهای پاینده، پایدار، ماندگار، نتیجه بخش. اینا رو ما امروز از خدا مطلب مسئلت میطلبیم. و من پیشنهادم اینه که حتما کارامون رو با رنگ ولایت ما زمان، با نمک ولایت آغشته کنیم. یعنی مثلا شما میگی این دولت دولت مهدی است، من اطعام میکنم، من خیرات میکنم، امام زمان آسوده باشن از خطه قم، از خطه کاشان آسوده باشن، ما در این شهر یتیم نداریم. تبریز الان یتیماش همه کفالت شدن. نمیدونم کدوم فکر، کدوم اندیشه، کدوم تاجری بوده که فکر کرده آقا تبریز یتیم خیابونی نداشته باشه، اصلا فقیر نداره تبریز، مشهوره. خب ببینید ما اینجوری کار کنیم. ای امام عصر، شما از خطه تبریز و فقرا آسوده خاطر باشید، ما کفایت کردیم. ببینید رنگ قرب به مهدی بدهیم به کارامون. ما برای ایشون داریم کار میکنیم، ما سرباز ایشان هستیم. واقعا الان دولت دولت ایشان است، دولت مهدی است علیه السلام. نبینید الان عده ظالمین اومدن گرفتن کار رو، فکر میکنن دست خودشونه. یک کسی من محضر امام صادق گفت که
آقا ای کاش ملک و سلطنت به شما بازگردد. گفتن متا خرج من ایدینا حتی یعود الینا، کی مهدی و صادق آل محمد سلطان نبوده تا به او برگرده. سلطان ایشان است گرچه در پرده غیب هستن، ما برای رضای ایشان مملکت ایشان رو آباد میکنیم انشاءالله. اللهم نبهنا من نومة الغافلین و ثبتنا على ولاية امیر المؤمنین و عرف لنا نفسك يا اله السماوات والارضين، صل الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين.